دوستان تعدادی از فالوورها پرسیدن که چرا در اکثر مواقع احساس شادی نمی کنم رضایت از زندگی ندارم حالم خوب نیست چرا حالم خوب نیست علل متعددی میتونه داشته باشه بله میتونه علتش افسردگی باشه که شما مدت هاست درگیرشی و انقدر باهاش بودید که اصلا متوجه نیستید میتونه علتش مشکل و ناکامی باشه که مدت ها قبل تجربه کردید و هنوز نتونستید هضمش کنید و انتخاب کردید که با اون رنج ادامه بدید یعنی انتخاب کردید که اون رنج رو حمل کنید و میتونه اعتیاد به ناراحتی باشه که مدت ها شما در ناراحتی زندگی کردید و حالا اصلا تو این وضعیت زندگی رو میتونید تجربه کنید یعنی ما به احساسات خاصی عادت میکنیم طوری که اگه خلاف این احساسمون رو شادمانی رو در کسی یا گروهی ببینیم حتی از اون شادمانی که مشاهده میکنیم حالمون بد میشه این یعنی که من انقدر غرق این وضعیتم مثل آدمای نگران آدمای نگران اصلا معتاد نگرانی معتاد که دنبال یه موضوع بگردن که به خاطرش بگن ای وای چی میشه چی میشه نکنه این اتفاق بیفته نکنه اینجوری بشه ذهن ما به یه سری هیجانات مثل رفتارها عادت میکنه ما عادت میکنیم با یک روحیه که اگر روحیه تداوم پیدا کنه میشه خلق دیگه روحیه نیست روحیه زمانش کوتاهه ولی بازه زمانی خلق طولانیه میگن اصلا کش خلقه یا بد خلقه بد اخلاقه این خلق یعنی دوام اون روحیه حالا چرا اینجوریه؟ الان رو گفتم چیکار میشه کرد؟ اول تصمیمه که تصمیم بگیرید آیا من با موندن در احساسات منفی که باید مدام خوراک برسونم و افکار و خودگویی های منفی درباره هر چیز و هر موقعیت داشته باشم به خودم کمک میکنم با انرژی زندگی دلخواهم و بسازم یا نه خودم رو قربانی همین شرایط میکنم و موقعیت های ناگوار رو مدام جذب میکنم که دوباره حالم بد بشه ما انتخاب گریم باید یاد بگیریم چگونه درباره خودمون و اون چیزایی که الان هستیم اون هایی که داریم فکر کنیم و تصمیم بگیریم یه چیزایی رو تغییر بدیم اگر رویتون اغلب و اوقات منفیه بدونید سناریوی پیش روتون آینده خیلی خوبی انتظارتون رو نمیکشه چون این چیزی که الان دارید صادر میکنید از ذهنتون از زبانتون از طریق رفتارهاتون بذریه که آینده شما رو رقم میزنه امروز رو تغییر کنید حتما روی هوش هیجانیتون کار کنید تا بتونید هیجانات مناسب رو در خودتون ایجاد کنید و نگهداری کنید پرورش بدید احساسی مثل قدردانی یه تمرین بگم بهتون برای اینکه روحیتون شروع به بهتر شدن بکنه تا یواش یواش خلقتون خلق خوبی بشه میتونید از تشکر کردن و قدردانی کردن بابت چیزای کوچیکی که دارید شروع کنید هرگاه تو لحظه بگید چقدر خوبه که من این رو دارم و میتونم کارم رو باش انجام بدم چقدر خوبه که دستم حرکت میکنه و میتونم استفاده کنم این چقدر خوبه ها احساس خوبی در ما ایجاد میکنه کارای کوچیک تاثیرات بزرگ داره اگه در طول زمان تکرار بشه به خودتون برسید روحیتون رو بالا نگه دارید تا یک زندگی دلخواه رو بسازید موفق باشید برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوها